مرکز حقوقی و قانونی مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله همواره به ارائه خدمات حقوقی و قانونی به خانواده‌های نیازمند و ایتام می‌پردازد. در همین راستا صاحب الجشعمی مسئول مرکز حقوقی و قانونی مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری اخبارشی اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون صدها پرونده حقوقی و قانونی توسط این مرکز مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی در ادامه افزود ارزش خدمات ارائه شده بیش از 18.5 میلیون دینار عراقی بوده است. صاحب الجشعمی همچنین گفت تنها در یک ماه اخیر به 12 پرونده قانونی و حقوقی رسیدگی شد و به 7 پرونده هم به صورت مشاوره‌ای خدمات ارائه گردید. مسئول مرکز حقوقی و قانونی مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام ادامه داد خدمات ارائه شده در زمینه‌های مختلف خانوادگی هم از طلاق و ازدواج، پرونده‌های ملکی، انحصار ورثه و غیره بوده است. وبسایت خبری آمار اوجالا با انتشار مطلبی نوشت شهر هالور در ایالت اتار پرادش در هند که بیشتر ساکنان آن را شیعیان تشکیل می‌دهند میزبان برگزاری جشنواره شعری بود. در این جشنواره 15 شاعر به مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پرداختند و از حضرت علی علیه السلام دفاع جانانه کردند. شاعران حاضر در این جشنواره به بیان فضائل حضرت علی علیه السلام و رشادت‌های ایشان پرداختند و به نقش امام علی علیه السلام در دفاع از دین اسلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله پرداختند. علاوه بر این 15 شاعر، تعداد زیادی از شخصیت‌های برجسته اجتماعی، فرهنگی و دینی هند در این جشنواره شرکت کرده بودند. این شعرا به مدح حضرت علی علیه السلام پرداخته و ایشان را افتخار مسلمانان و اسلام دانستند. آنها همچنین بر لزوم تعظیم حضرت علی علیه السلام و یادگیری بسیاری از مسائل از ایشان و الگوبرداری از شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام تأکید کردند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اظهار داشت این سازمان با ایجاد کلاس‌های آموزشی جامعه محور زمینه دسترسی 500 هزار دختر و پسر به آموزش را فراهم کرده است. یونیسف در توییترش نوشت برای بسیاری از این دختران این تنها راهی است که می‌توانند به مدرسه بروند. این نهاد بین‌المللی افزود برای دسترسی کودکان به آموزش در مناطق دوردست افغانستان از 17600 کلاس حمایت می‌کند. مقام‌های محلی دولت عراق موضوع آماده سازی زیرساخت حمل و نقل برای تسهیل رفت و آمد زائران به ویژه زیارت‌های میلیونی را بررسی می‌کنند. در نشستی که روز دوشنبه با حضور تعدادی از مقام‌های ارشد حکومتی برگزار شد، این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا جاسم الفتلاوی معاون اول استاندار کربلای معلاته اظهاراتی گفت ما دنبال آماده سازی زیر ساختی بی نظیر هستیم تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن رفت و آمد میلیون ها زائر به ویژه در مناسبت های مختلف به خصوص زیارت اربعین را انجام دهیم. وی در ادامه افزود از جمله اقدام های مورد نیاز آماده سازی ترمینال برای زائرین است. این اماکن باید در محدوده موقعیتی نزدیک به حرم های مطهر باشند. الفتلاوی همچنین گفت برای آماده سازی این زیرساخت از تجربه و دانش افراد متخصص استفاده خواهیم کرد. لازم به ذکر است جاسم الفتلاوی در چندین جلسه و نشست تخصصی که توسط مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در زمینه آماده سازی طرح چشمانداز اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر برگزار شده
شرکت داشته است. طبق اعلام رسانه‌های کشور گویان در آمریکای جنوبی، بر اثر آتش‌سوزی در یک مدرسه در این کشور تاکنون 20 دانش آموز جان خود را از دست دادند و این در حالی است که انتظار می‌رود شمار قربانیان فراتر رود. آتش‌سوزی عظیم اواخر دیشب در خوابگاه مدرسه دختران یلمهدیه در کشور گویان در آمریکای جنوبی باعث شد تعدادی از کودکان و دختران ساکن این مرکز شبانه روزی جان خود را از دست بدهند. همچنین چند کودک دیگر ناشی از جراحات سوختگی در بیمارستان بستری هستند. عرفان علی رئیس جمهور گویان در این باره اعلام کرد که شمار نهایی کشته شدگان هنوز مشخص نیست. طبق گفته رسانه ها تاکنون 20 نفر در این آتش سوزی جان خود را از دست دادند. آتش از ساعت 11 یک شنبه شب آغاز شد و به سرعت ساختمان چوبی محل اسکان دختران را فرا گرفت. دبیرخانه عتبات عالیات عراق ادامه تکمیل پروژه های مهم خدمات رسانی به زائرین را تایید کرد. معاون دبیر کل عتبات عالیات و حرم‌های مطهر در کشور عراق مهندس محمد عباس شنون امروز دوشنبه بر تداوم حمایت از پروژه‌های ایجاد شده در این اماکن با هدف ارائه بهترین خدمات به زائران از داخل و خارج عراق تاکید کرد. شنون طی مصاحبه‌ای که با خبرگزاری اخبارشی داشت اظهار کرد مزار زید شهید علیه السلام در استان بابل شاهد پروژه‌های بزرگی است که بارزترین آنها توسعه محوطه خارجی آن در حدود 4500 متر مربع است. وی ادامه داد این منطقه شامل خدمات رفاهی برای زائرین و استراحتگاه و چند سرویس بهداشتی می باشد که پذیرای تعداد زیادی از بازدید کنندگان از استانهای مختلف عراق و کشورهای اسلامی خواهد بود. شنون تاکید کرد دبیرخانه عتبات عالیات از متولیان می‌خواهد تا پروژه‌های ایجاد شده را تکمیل کنند، موانع را پشت سر بگذارند و در خدمت به فرزندان اهل بیت علیهم السلام و زائرانشان کوتاهی نکنند. با وجود اینکه تعداد حملات تروریستی در مناطق مختلف جهان در سال 2022 نسبت به یک دهه گذشته کاهش قابل توجهی داشت، اما این به معنای پایان تهدید تروریست در دنیا نیست. اطلاعات نشان می‌دهد که گروه‌های تروریستی اخیراً تحرکات خود را در مناطق آفریقایی به شکل قابل توجهی شدت بخشیدند و اخبار زیادی درباره جنایت‌های تروریستی در کشورهای این قاره منتشر می‌شود. اما این بدان معنا نیست که گروه‌های تکفیری و تروریستی به طور کامل در آفریقا ساکن شدند و می‌توان سایر مناطق جهان را از این حیث امن دانست. طبق آخرین آمار، قاره آسیا، اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی نسبت به سال 2021 شاهد افزایش تعداد قربانیان عملیات‌های تروریستی بودند. در قاره آفریقا که یکی از مقرهای اصلی گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود، منطقه ساحل بیشترین آسیب را در سطح جهانی از تروریست دریافت کرد. هرچند که در شاخص کلی جهانی تعداد مرگ و میر ناشی از حملات تروریستی در سال 2022 نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت، اما پدیده تروریسم همچنان یک تهدید و خطر بزرگ جهانی تلقی می‌شود. در پایان گفتنی است از بین 3955 حمله تروریستی که در سال 2022 در جهان انجام شد، دو سوم آن مربوط به سنی‌های تندروی داعش بوده است. شماری از استادان دانشگاه تهران هشدار دادند که یخچال طبیعی 100 هزار ساله دماوند تنها یخچال طبیعی ایران در حال ذوب شدن است. این هشدارها پس از آن بیان شده که سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی ایران 23 اردیبهشت با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت
روند گرمایش فعلی زمین در 10,000 سال گذشته بی سابقه است که میانگین افزایش دما در ایران با سرعتی دو برابر روند جهانی پیش می رود. تاجبخش با تاکید بر اینکه رشد تبخیر در 5 ماهه گذشته کشور نشان دهنده افزایش توان تبخیر و تشدید تبخیر آب دریاچه ها و سدها بوده است، گفت این وضعیت تأثیر مخربی بر منابع آب در دسترس از جمله در حوزه آب شور و آب کشاورزی دارد. خشک شدن دریاچه ها در ایران که طی سالهای گذشته حتی منجر به خشک شدن بخش وسیع از دریاچه ارومیه شد، نیز به گفته رئیس سازمان هواشناسی ناشی از افزایش توان تبخیر و فعالیت های مخرب انسانی بوده است.